ای سالکین الله، اینها اوصاف شماست، از پیامبر گرامی اسلام نقل شده است که فرمودن آیا می دانید سبب غم من چیست؟ چرا غمگینم؟ به چه چیزی فکر کرده و به چه چیزی مشتاق هستم؟ قال اصحابه لا یا رسول الله، ما نمی دانیم یا رسول گرامی اسلام. رسول گرامی اسلام فرمودن اخبرکم ان شاء الله. ثم تنفس. خوب دقت کنید، اینا اوصاف آخرالزمان، مخصوصا شما آخرالزمانیایی که خیلی مشتاقید، مشتاق آقای امام زمان علیه السلام و مشتاق ان شاء الله فرج آقا هستید. سپس آهی کشیدند و فرمودند آه چقدر مشتاق برادرانم هستم که من بعدی بعدن خواهن آمد. فقال ابوذر یا رسول الله، آیا ما برادران شما نیستیم؟ یا رسول الله فرمود نه، شما اصحاب منید، برادران من در آخر زمان خواهند آمد. ببینید یه چیزی عرض کنم، در اون زمان فقط به علی علیه السلام می فرمودن برادر، الان به شما هم میگی برادرانم. این خودت نکتت ها، برادران بعد از من می آیند، منزلت آنها منزله مثل منزلت انبیاست. قومی هستند که از مادران و پدران و برادران و خواهران خیش خود را برای رضای خدا فراری هستند، دست از مال می کشند و برای تواضع در برابر خدا نفس خود را ذلیل می شمارند. به شهوات و زیادی های دنیا تمایلی نداشته و در خانه از خانه های خداوند گرد می آیند. گویا افرادی هستند که از ترس آتش و شوق بهشت غریب و محزونند. پس چه کسی از منزلت آنها نزد خداوند خبر دارد؟ بی‌تعارف همه اینها در وجود شماها هست، بین آنها قرابتی نیست و مالی برای بخشش ندارند. نفس خود را از سختی دنیا و نعمات آن برای نجات خویش از عذاب ابدی و وارد شدن به بهشت برای رضای خدا فارغ ساختند. خیلی عجیب. می فرماید بدان ای ابوذر، برای یک نفر از آنها پاداش 70 نفر از اهل بدر که در اونجا شهید شدن، شهید 70 نفر که در اون بعد شهید شدن، این داراست. نخی بچه ای ابوذر، یکی از ایشان از هر چیزی که خداوند بر روی زمین خلق نموده گرامی تر است. یعنی یکی از شماها ارزش شما به کل چیزهایی که در عالم است، خب کل بشرم میگه.